سلام و درود به همگی هممیهنان عزیز در سراسر سر جهان به نظر شما چرا باید به ادعای دولت بایدن در مورد دفاع از صلح و دموکراسی یا حمایت از اعتراضات مردم ایران شک کرد کمتر از دو هفته بعد از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اورشلیم در شرایطی که یکی از اولویت های وی توجیه رهبران اسرائیل برای جلب حمایت از جنبش آزادی مردم ایران و تقویت مبارزات مدنی و اعتصابات هست و صورت رسمی موازه خودش رو علیه جنگ برای مهار تهدیدات چند حکومت تکرار کرده مشاور امنیت ملی آمریکا در یک سخنرانی تاکید کرد آمریکا از آزادی عمل اسرائیل برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی استقبال میکنه این همه در حالیه که مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو برای یک کارزار بزرگ برای حفظ نظام آماده میکنن. سرتیب عزیز نصیرزاده معاون ستاد کل نیروهای مسلح اخیرا خبر داد که به دستور علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی واحدی تحت عنوان قرارگاه جنگ ترکیبی در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تشکیل شده به توضیح داد فعالیت این قرارگاه از دو سال پیش آغاز شده تا تکلیفی رو که خامنه ای برای نیروهای مسلح در جنگ ترکیبی تعیین کرده اجرا کنه نصیرزاده در ادامه افزوده که قرارگاهی هم در این رابطه در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده که رئیس صداد کل نیروهای مسلح و فرماندهان عضو اون هستند اونچه جمهوری اسلامی رو در این جنگ ترکیبی نگران میکنه پروژه جنگ از درون ایرانه ریشه این نگرانی به گفته وزیر اطلاعات حکومت اعتراضات مردم و نارضایتی از شرایط موجوده با این همه مقامات رژیم معتقدن اسرائیل از تظاهرات ضد حکومتی در ایران با هدف سرنگونی حکومت پشتیبانی میکنه اونا سفر شاهزاده رضا پهلوی به اورشلیم و دیدار وی با مقامات ارشد اسرائیل رو هم ادامه همین روند میدونند. مسئله وقتی برای رژیم ایران حادتر میشه که مردم در سالهای اخیر در اعتراضات خودشون در سر و سر کشور گرایش های ملی بروز داده و به نفع پهلوی ها شعار میدن. از شواهد چنین به نظر میرسه که جریانی قدرتمند در جمهوری اسلامی چهار نل به سمت راه انداختن یک درگیری نظامی در منطقه پیش میره آغاز یک درگیری هرچند محدود میتونه یکی از گزینه های محتمل این جریان برای خروج موقت نظام از بحران اعتراضات مردمی باشه حتی اگر علی خامنی در حرف ادعا کنه دنبال جنگ نیست اما مشخص نیست که آیا در عمل هم اعتقادی به این حرف داره یا نه نکته قابل توجه این که میزان فرمانداری هسته های آخر زمانی فعال در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم از رهبرشون و فرماندهشون مشخص نیست چون که خامنی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستور داد بسات حمله شیمیایی به مدارس و آموزشگاه های دختران جمع بشه اما چنین نشد این جریان اقدامات خودشون رو در هر زمین و با هر هزینه ای مهیا کردن شرایط ظهور امام زمان معرفی میکنن حالا نقش حفظ صلح و تلاش های زده جنگ نیز بر مسئولیت های شاهزاده رضا پهلوی افزوده شده البته اون سال هاست که در مقابل دوگانی یا مماشات و معامله یا جنگ و اقدام نظامی که سیاستمداران مداران و دولت های غربی همواره پیش بردن همواره راهکار سوم رو پیشنهاد داده شاهزاده پهلوی بارها در سخنرانی ها و مصاحبه های خودش هشدار داده که این نظام برای بقای خودش حاضر به تحمیل جنگ به مردمم هست وی اخیرا در پاسخ به پرسشی درباره استقبال از حمله نظامی اسرائیل به ایران مثل همیشه با سراحت گفت قطعا نه این همواره خط قرمز من بوده هر نوع مداخله نظامی برای من به عنوان یک ملیگران مردوده اما به نظر میرسه در واشنگتن در مقطعی که جو بایدن و دموکراتها در قدرت هستند تمایل به حمایت از مردم ایران در عمل کمتر از اولویت اونا برای باج دادن به مله با یک توافق جدید یا حتی دست دادن به اقدام نظامی در صورت لزومه اینکه همزمان با هشدار دولت‌های اروپایی به مقامات تهران در مورد بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل در صورت رسیدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به 90 درصد جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا گفته در صورت اقدام ایران برای ساخت سلاح اتمی آمریکا آزادی عمل اسرائیل برای مقابله با اون رو به رسمیت می‌شناسه یعنی تایید پیشبرد همون سیاست ناکام و ویرانگر دوگانه هست یا مماشاد یا برخورد نظامی این همه در حالیه که حق دفاع اسرائیل از موجودیت خودش در هر شکل از اقدامات محتمل نه تنها جدید نیست بلکه طبق حقوق بین الملل برای همه کشورها به رسمیت شناخته شده و حقی نیست که دولت بایدن بخواد اونو به کشوری از جمله اسرائیل اعطا کنه از همین رو طرح این موضوع در شرایطی که دولت نتانیاهو به صورت رسمی و با سراحت به اپوزیسیون آزادیخواه ایران که پهلوی اون رو نمایندگی میکنه نزدیک شده میبایست مورد توجه ویژه قرار بگیره چون سیاستی که برخلاف شعارهای دولت بایدن در دفاع از صلح و دموکراسی در عمل جنگ و درگیری نظامی با جمهوری اسلامی رو بر حمایت و پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه و مدنی مردم ایران ترجیح میده نخست وزیر اسرائیل اخیرا در دیدار با شماری از اعضای کنگره آمریکا در اورشلیم رژیم ایران رو با 50 تا کره شمالی مقایسه کرد به گزارش فاکس نیوز بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه چهارم می برابر با سیزدهم اردیبهشت در دیدار با اعضای کنگره آمریکا گفت رژیم ایران فقط یک همسایه خطرناک نیست بلکه معادل پنجاه کره شمالیه جمهوری اسلامی فقط یک حکومت خطرناک مثل زمامدارانی که بر کره شمالی حکومت میکنند نیست اونا یک نیروی ایدئولوژیک هستن که ما رو شیطان کوچک و آمریکا رو شیطان بزرگ میدونن هرچند اسرائیل متحد شماره یک آمریکا در خواهر میانه به شمار میره اما روابط دو طرف با روی کار آمدن دولت بایدن تیره و تار شده بایدن در سومین سال سکونت در کاخ سفید هنوز حاضر نشد نتانیاهو رو به واشنگتن دعوت کنه اظهارات جیک سالیبان در ارتباط با اقدام نظامی اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی در شرایطی است که کاخ سفید حالا در صف اول دولت‌های مماشادگر با رژیم ایران قرار داره و با ندیده گرفتن تحریم‌ها علیه رژیم تأمین مالی برای توسعه توانایی هسته‌ای و ساخت انواع مشک و پهپاد انتحاری رو برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تسهیل می‌کنه در تمام منطقه هیچ کشوری به اندازه اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی و شبه با تهدید روبرو نیست تمام رهبران اسرائیل فارغ از اختلافات سیاسی خودشون در یک مورد نظر مشترک دارند مماشات با رژیم ایران از جمله توافق اتمی میلیاردها دلار پول به جیب ملهها سرازیر میکنه که علیه امنیت منطقه استفاده میشه در آخرین ماه های حضور دانیل ترامپ در کاخ سفید صادرات نفت ایران به کمتر از 350 هزار بشکه در روز رسیده بود اما حالا سه سال بعد از ریاست جمهوری بایدن این میزان به یک میلیون و دو هزار بشکه در روز رسیده واقعیت اینه که جریان های آخر از زمانی در این نظام خودکامی مذهبی در اوج بحران برای جنگ تشنه تر هستند و با همین هدف مدام در هوا و زمین و در دریا بحران آفرینی میکنند این تحرکات چیزی نیست که مقامات واشنگتن و دولت‌های اروپایی قادر به دیدن اونا نباشن اما به نظر میرسه بر کشی اونا که گذشته از به میل معامله چندان مشخص نیست با کدوم اهداف دیگه انجام میشه تنها اعتراضات مردم و پیروزی انقلاب ملی ایران میتونه نقطه پایان بذاره و اونا رو با کشور روبرو کنه که واقعا وجود داره و جمهوری اسلامی هرگز نماینده اون نبوده ویدیویی داریم از یک نوجوان 13 ساله ای که توانایی مالی برای خرید کفش رو نداشت و در مسابقات دو میدانی با پای برهنه نفر اول شد. و در ادامه حملات فیزیکی و مسلحانه به مأموران انتظامی و همچنین آخوندا در گوش و کنار ایران برای حکومت تبدیل به یک تهدید امنیتی شده. حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تلفات بین مأموران امنیتی گفت انتظار میره که امنیت نیروهای امنیتی و انتظامی جدیتر گرفته بشه و اقتدار به اونا برگرده. فلاحی در تذکری هشدار داد برای نظام جمهوری اسلامی که امنیت رو در یک منطقه آب و هوای بین المللی برقرار کرده زیبنده نیست که نیروهای انتظامی و امنیتی در کف خیابونا به دست اوباش به شهادت برسن وی تاکید کرد انتظار میره در قوانین بازنگری بشه و ما مدت هاست که منتظر این کار هستیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده همزمان دست کم هشت نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی از سمت خودشون ازل یا جابجا شدند خبرگزاری فارس در گزارش با عنوان تغییرات در پلیس کلید خورد نوشت فرمانده انتظامی در استانهای ایلام کرمانشاه آذربایجان شرقی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران دستیار ویژه فرمانده کل در امور بازنشستگان فراجا مشاور فرمانده کل و رئیس دفتر ویژه فراجا و جانشین معاونت نیروی انسانی فراجا تغییر کردند در دو هفته گذشته هم دست کم هفت نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشته شدند یکی از آنها سرگرد علیرضا شهرکی رئیس پلیس آگاهی سراوان بود حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با رسانی مجلس شورای اسلامی هم خانی ملت هشدار داده اگه احیانا دشمن بتونه در زمینی امنیتی بهری ببره قطعا از شرایط و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی کشور سوء استفاده میکنه و به حوادثی مانند اونچه در سراوان رخ داد باید نگاه ایزایی داشت اخیرا نامه از نیروی انتظامی درس پیدا کرده که در مورد تهدید کارکنان از سوی اختشاشگران و آشوبگران هشدار داده شده در این نامه که تاریخ اون دهم اردیبهشت 1402 هست تاکید شده بعضی پرسنل نیروی انتظامی و خانواده آنها در محل سکونت یا حین مأموریت مورد اهانت و تهدید قرار گرفتن و افراد شرور به اونا و خانوادهشون صدمه و خسارت میزنن و حتی در دفاتر خدماتی و مراکز درمانی سازمانی در سطح استانها از ارائه خدمات به اونا خودداری میکنن تاکید فلاحی و از دست رفتن اقتدار نیروهای امنیتی و انتظامی در حالی که اواخر آبان 1401 یحیی رحیم صفوی مشاور علی خامنه‌ای با اشاره به ضعف‌های نیروی نظامی در سرکوب اعتراضات گفته بود انتظار داریم نیروهای مسلح که بسیج و سپاه بازوان قدرتمند اون هستند اجازه ندن این حوادث به طول بینجامه به, به پایان این برنامه هم رسیدیم لطفا نظراتتون رو حتما کامنت کنید تا بخش بعدی بدرود